السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه همراه با کاروان نماز خوش آمدید. در این قسمت به اذن پروردگار کیفیت نماز وتر را خواهیم آموخت. نماز وتر سنت مؤکده، یعنی تأکید شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و پیامبر اسلام علیه السلام چه در سفر و چه در غیر سفر آن را رها ننمودند و ما را تشویق به ادای آن نمودند. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید: دوستم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه توصیه به من فرمودند که تا لحظه مرگ آن را رها نخواهم کرد: سه روز روزه گرفتن در هر ماه، خواندن نماز ضحا و خواندن نماز وتر قبل از خواب. احادیث در مورد فضیلت و تشویق به خواندن نماز وتر و محافظت بر آن بسیار وارد شده است. از جمله این احادیث قول حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که می فرماید: همانا خداوند وتر است و وتر را دوست دارد، پس ای اهل قرآن وتر را به پای دارید و وتر یعنی خداوند یکتاست. وقت نماز وتر بعد از نماز عشاء شروع می شود تا طلوع فجر ادامه دارد. طبق قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید: خداوند نمازی را بر شما افزوده که نماز وتر است، پس آن را بین نماز عشاء و صبح بخوانید و بهتر این است که نماز وتر در آخر شب، یعنی یک سوم پایانی شب خوانده شود و این وقت برای کسی است که مطمئن است از خواب بیدار می شود. مطابق با قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: کسی که بیم آن داشته باشد که در آخر شب نتواند برخیزد و نماز وتر را بخواند، پس بهتر است قبل از خوابیدن نماز وترش را بخواند، و کسی که امید داشته باشد که بتواند آخر شب بیدار شود، پس آخر شب نماز وترش را بخواند، زیرا نماز آخر شب مشهود است، یعنی ملائکه آن را می‌بینند و این بهتر است. کمترین تعداد رکعات نماز وتر یک رکعت است و بهترین آن 11 رکعت است که دو رکعت خوانده می شود و در پایان یک رکعت خوانده می شود. طبق حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در شب 11 رکعت نماز می خواند که یک رکعت آن وتر بود. نماز وتر نمازی است فردی و جماعتی خوانده نمی شود مگر در نماز تراویح در ماه رمضان، و افضل است که نماز وتر در خانه خوانده شود. همچنین بهتر است که دو رکعت خوانده شود و در نهایت با یک رکعت ختم شود. همچنین می توانید نماز وتر را متصل بخوانید، مثلا 5 رکعت متصل به هم بخوانید با یک تشهد در رکعت پنجم و بعد سلام بگویید. اما علما دو رکعت خواندن را افضل و بهتر می‌دانند، به دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: نماز شب دو رکعت خوانده می‌شود. در نماز وتر هر آنقدر از قرآن که بخواهید می توانید بخوانید، اما اگر 3 رکعت وتر را با هم می خوانید، مستحب است در رکعت اول
بعد از حمد سوره اعلا، در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون و در رکعت سوم سوره اخلاص یا همان قل هو الله احد بخوانید. متاسفانه بعضی از مسلمانان در موقع خواندن قنوت در هر نمازی از جمله نماز وتر سرهای خیش را بالا نگه می‌دارند و به سقف یا آسمان نگاه می‌کنند، در حالی که این کار خلاف سنت است و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را از این کار منع فرمودند که در موقع نماز به آسمان یا سمت بالا چشم بدوزیم. و سخنان تندی فرمودند، تا جایی که فرمود کسانی که در نماز چشم به آسمان می‌دوزند یا از این کار خود دست نگه دارند یا اینکه بیناییشان از آنها گرفته خواهد شد. در ضمن نماز وتر را همیشه می‌توان خواند و فقط به ماه رمضان تنها اختصاص ندارد، برعکس تراویح که مختص ماه رمضان است. و اکنون با هم طریقه خواندن یک رکعت آخر نماز وتر را می‌بینیم. الله اکبر. اللهم باعد بینی و بین خطاياي كما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال.
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. اینها مهمترین احکام نماز وتر بود. در پناه الله باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.